متشکر. حالا اجازه بفرمایید من در تکمیل فرمایشات شما نکاتی رو اضافه بکنم به این بحث. حرف درستی میگن آقای دکتر، متحری رو در کانتکست زمان خودش باید مطالعه کرد و قضاوت کرد. چه شرایطی در اون روزگار بوده، چه فلسفه هایی در این دیار ترویج میشده. متحری حساسیت عالمانه داشته نسبت به این تفکرات وارداتی، نسبت به تبلیغات علیه اسلام، تهدیدهایی که تفکر دینی رو نشانه گرفته بود. اما با اینها برخورد سیاست زده، برخورد از بالا، تکفیر و تفسیق و دورشو و کورشو اینجوری برخورد نمی کرد. عالمانه، صبورانه، با تدبیر، حکیمانه در منزل پذیرایی می کرد شخصا. نزدیکان ایشون برای من نقل کردن حتی خود ایشون سینی چای می گرفت از کسانی که مارکسیست بودن. انور خامنه‌ای رو تو خونش ایشون جلسات زیاد باش بحث بیکرد از تودهی های سابق و راجب اقتصاد اسلامی دیدگاه هایشون رو تغییر داد که بعد در ستون های روزنامه اطلاعات سال 56 دکتر انور خامنه‌ای راجب اقتصاد اسلامی سری مطالب نوشت که باز تعجب خیلی ها شد. یا خود آقای احسان طبری اعتراف کرد، من اینا زبان دکتر سروش شنیدم، ایشون خودش برای من نقل کرد در اون مناظره معروفی که حضرت آیت الله مصباح هم تشریف داشتن با آقای فرخ نگهدار و احسان طبری. احسان طبری بعداً در اصطلاح جلسه آخر با آقای مصباح گفته بود که من کتاب شرح منظومه دو جلدی، نه شرح مبسوط چهار جلدی، دو جلدی جزوه‌ای که در دانشکده الهیات درس این رو من خوندم، من دیگه مارکسیست نیستم، حزب تودم خودش میدونه، هر نماینده میخواد بفرسته، من دیگه تو این بحث هم شرکت نمی کنم. با خوندن اون شرح منظومه، نه الهیات شفا، نه درس های اسفار حرکت و زمان، نه اصول فلسفه و روش رئالیسم، میدشون میده عمق اون طرف چقدره و عمق و تفکر این ور چقدر پخته است. این نکته مهمی است. نکته دیگه این است که متاسفانه حوزویان عزیز ما این راه رو بی راه رو گذاشتن. فرمودن، من هم تأکید کنم، امروز حتی یک جلسه از نوع اون جلسات مطهری من سراغ ندارم، اطلاع ندارم، واقعا اگر کسی میدونه به من بگه، در این کشور، در حوزه های ما، در میان عالمان حوزوی ما، تحصیل کرده های ما، فلسفه آموخته های ما، نه از نوع جلسات علامه طباطبایی با هانری کوربن تو این مملکت نداریم دیگه که جمع بشن با بزرگانی مثل دکتر نصر و اینها اون بحثا، دکتر شایگان، دیگران. از سنخ بحث های مطهری هم سراغ ندارن. بله بله، که استادای فلسفه غرب دانشگاه رو جمع بکنن، بعد کسانی رو که حتی کراواتی هن، خیلی ظاهر و صلاح هم نیستن، تیپ لباس پوشیدنشون امروز کمتر روحانی عزیز ما تحمل کنه نیم ساعت هم کلام بشه با همچین کسی، اینها رو تحمل کنه، صبورانه بنشینه. من اون 50 نوار شرح مبسوط منظومه رو آقای دکتر محمد مطهری امروز حفظه الله ایشون برای من آور سالها قبل همه رو گوش کردم. خدا شاهد، گای منوچهر بزرگمهر، سنن هم یه 10-15 سال بزرگتر از مرحوم مطهری بوده، اینو استادم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی برای من تعریف میگه، سر کلاسای منم خیلی منوچهر بهش میگه، اسم کوچیک میگه، خیلی گرد و خاک را مینداخت و اشکال میکرد. گاهی تند میشه به مرحوم مطهری، تعبیرات توهین‌آمیز تند، و مرحوم مطهری با یک صبر، متانت، ادب، نه خیر آقای بزرگمهر، عنایت بفرمایید، این طور نیست، توضیح میدم، بنده عرض میکنم، اینقدر مؤدب، محترم، نه از کوره در میره، نه عصبانی. خب اینا برای ما درس، اینا الگوه. و انصافاً امروز ما چند نفر اینجور داریم در حوزه هامون؟ ما اعتقادمون اینه با اون عمقی که در علوم حوزوی و اسلامی ما هست، سخت کوشی های طلبه های عزیز ما، میتوانیم فارغ التحصیل های بسیار توانمند داشته باشیم و حوزه ما، حوزه های ما میتونن بسیار کارآمدتر، تواناتر از این که هستند عمل کنند. نگرانی ما اینه که این پتانسیل ها رها بشه، آزاد بشه، در رو نبندن، خودشونو ایزوله نکنن، با متفکران دیگه، با دانشگاهی های دیگه، با متفکران خارجی هفته، ماه، فصل، در طول سال بحث داشته باشن، جلسه داشته باشن، از خصوصیات مطهری چه نسبت به غرب، چه فی حد ذاته در تفکر اسلامی خودش، مسئله یابی بود، نکته یابی بود، کنجکاو بود، دنبال بود پرسش گزینی کنه برای خودش و بعد برنامه تحقیقی بریزه و رو کار کنه رو این مسائل. ما متاسفانه روحانیون عزیز ما بسنده کردن به اینکه چند متن مشخص معین محدود رو خوب یاد بگیرن، خوبم تدریس کنن، این قلت قلت
انقیله یقال تموم شد همین. مسئله مثل حجاب رو وقتی ما نگاه میکنیم هنوز کتاب وزانت رو یعنی جامعیت کتاب شهید مطهری نیومده. امروز ما نیاز داریم اون تفکرات فلسفی عرفانی که تو حوزه ها با اون عمق تدریس میشه بیاریم به چالش این اندیشه های جدید و نه با دیدگاه سیاسی، دیدگاه فرهنگی، مواجهه علمی. اجازه بدیم تنوع افکار، تنوع آرا مطرح بشه. چرا یه متفکری ولو در لباس روحانی نظریه ای داره، به جای تأمل کنیم، به جای دعوتش کنیم، کرسی بذاریم، تدریس بکنه، باش مناظره کنیم، به تکفیر مثلا متوسل بشیم، محدودش کنیم، منزویش کنیم، به میمحلی تریبون ها رو ازش بگیریم. اینها نه شایسته اسلامه، نه شایسته انقلابه، نه شایسته حوزه های ماست. و ما انتظارمون این هست به عنوان معلم حقیر دانشگاه عرض میکنم، به عنوان کسی که سالهای زیاد، من 17 ساله بودم پدرم فرستاده امریکا تحصیل کردم، در 4 دانشگاه آلمان الان گست پروفسور هستم، دانشگاه ایتالیا تدریس کردم، مالزی درس دادم، تایلند درس دادم، در بیرمنگام انگلیس درس دادم، آشنا هستم با جریانهای فرهنگی جهان، با دپارتمانها، دانشگاهها، و رایزن فرهنگی ایران در آلمان بودم 4 سال، تجارب زیادی تو این زمینه ها دارم. چرا در حوزه های علمیه ما الان کلاس ها با 2 استاد با 3 استاد برگزار نشه؟ یه مسیحی باشه، یه یهودی باشه، یه مسلمان. طرحی که مرحوم مطهری مطرح میکرد از دیدگاه هر سه دین بزرگ توحیدی مسائل مطرح بشه، خب خیلی یقین آورتره، خیلی اعتماد بخشتره برای دانشجوها. متاسفانه ما خیلی موارد میگن از ترس مرگ خودکشی میکنیم، به جای اینکه به استقبال افکار بریم. یا اعتماد به نفس نداریم، یا اعتماد به معارفمون نداریم، یا خیلی دیگران رو بزرگ میکنیم. مطهری ترس رو نداشت، شجاعت اندیشیدن داشت، شجاعت پرسشگری داشت و آلمانه برخورد میکرد و دنبال این بود که از میان متفکران جدید دوست بیابه، رفیق بیابه. مرحوم احمد آرام رو دعوت میکرد در منزل درباره نسبیت اینشتین، تئوری‌های فیزیک، چون میخواست بر بخش حرکت و زمان و هیولا و جوهر و عرض و اینها بر اصول فضا و روش آلیس حاشیه بنویسه. جلسات زیادی مرحوم آقای دکتر مهدی محقق برای من تعریف کردن، سلامه الله، میگفتن مرحوم احمد آرام میومد تئوری های فیزیک رو بهشون میگفت و زمان و حرکت در فیزیک جدید که ایشون بتونه اون قسمت رو شرح بکنه. شما ببینید تقوای علمی، دقت علمی و تواضع علمی. چند نفر امروز داریم بین علمای بزرگ عزیز و بزرگوار ما که در یک زمینه تو مسیحیت از بنده ای که دکترای ادیان و عرفان تطبیقی هستم سوال کنن الهیات پروتستان لوتر چی میگه، کالوین چی میگه، تسوینگلی چی میگه، مارتین بوسر کیه؟ اصلا متاسفانه این تواضع علمی، این داد و ستد، تبادل علمی، مبادله علمی بین خودمون هم چه برسه با غرب. مطهری در هر دو زمینه الگوست برای ما، هم آفاق درون حوزوی هم برون حوزوی و غرب. با اینکه زبان نمیدونست از همین ترجمه ها با دقت و عمق و با انصاف و تقوای علمی برداشتایی میکرد که آقای دکتر حدادادل تعریف میکردن، خود دکتر حمید عنایت در یکی از جلسات همین شهر مبسوط منظومه تعجب کردن، گفت دارم این نکته که شما از کتاب فلسفه هگل استیس که من ترجمه کردم نقل میکنی من خودم متوجه نشدم، چطور شما فهم درستم هست؟ و حمید عنایت تایید کرد، گفت این برداشتتون صحیح، ولی من خودم که مترجم این کتابم اینقدر دقت و عمق نداشتم که بعد اون اندیشه سیاسی در اسلام معاصر همش دیگه در واقع از مطهری تمجید میکنه. نکته ای رو فرمودید، ضمن اینکه من دوست دارم بیشتر ساکت باشم از من خواهش میکنم جناب عالی، اما نکته ای رو سکوتت معنا داره. نه خیر، شما محبت نه استفاده از محضرت میخوام سوال بپرسم بیشتر بدونم. خواهش میکنم حضورتون عرض کنم نکته ای رو فرمودید در باب تطبیق آراء شهید مطهری و نوع مواجهش با غرب با دیگران مثل جلال، مثل شایان، ببینید مثلا مرحوم به اصطلاح آل احمد رو میدونید کتاب غرب‌زدگی رو نوشت و به هر حال اون کتاب خیلی تأثیرگذار بود، ولی توجه میکنید و حتی ظاهرا امام هم وقتی جلال رفته بودن پیش امام کتاب رو از زیر پتو در آورده بودن و ستایش کرده بودن تو اینها. مواجهه جلال به نظر میاد باز حالا اگر بخوایم نگاه کنیم با اون لایه‌های زیستی زندگی غربی هست، یه نگاه به نظر میاد عمیقی نیست. یا مثلا مرحوم دکتر شریعتی که دغدغه هویت داشت و بازگشت به خیشتن را نوشت و واقعا در زمان خودش فوق‌العاده مؤثر بود، بسیار تأثیرگذار بود و به هر حال الان من
بعد از مثلا 30-40 سال فلسفه، شاید خیلی از حرفای شریعتی برام اون جذابیت دوران دبیرستان رو نداره، ولی بعضیاش مثلا کبیر واقعا. شما ببین مثلا شریعتی اولین کاری که میکنه فرانس فانون رو ترجمه میکنه. ببین دوزخیان روی زمین مسئلهش اصلا همینه، فانون اصلا مسئلهش همینه، یعنی این به اصطلاح انسان شرقی هست در برابر یک من برتر غربی و روشن فکر به اصطلاح چیز هست، که جمله جالبی هم داره، میگه روشن فکران جهان سوم در کشور خودشان زندانی هستند، اسیرند و در کشورهای غربی غریبند. توجه فرمودید. ولی باز شما نگاه کنید، شریعتی بعدها متوجه شد که فلسفه چه عظمتی داره، لذا به پسرش توصیه کرد فلسفه بخونه. ببینید مطهری، من نمیخوام واقعا مبالغه بکنم راجع به مطهری، الانم واقعا مقلد مطهری نیستم. ببینید به لحاظ روشی ازش درس میگیریم، به لحاظ روشی مطهری به لایه‌های زیرین توجه داره. اصلا کلن راجع به جریان روشنفکری، ببینید مثلا مطهری خیلی زود میفهمه که جریان نفاق به کجا میانجامه، دید تیزبینانه‌ای که داره، میفهمه که از توش خشونت میاد بیرون، این نوع و ترور میاد بیرون و خودش اولین قربانیان این تروره. مطهری به نقد مهندس بازرگان میپردازه، با اینکه ارتباطات دوستانه با مهندس بازرگان داره، ولی شما مقدمه روش رالیزم رو بنویسید، میگه دانشمند محترم این نظریه رو گفته. بله، راجب استاد مرحوم دکتر شریعتی در وحی نبوت یه جا نظریه ای رو میاره، بعد دوباره خودش میگه این نویسنده محترم، بله، در کتاب دیگرش در قرآن و کامپیوتر این نویسنده نظریه خودش رو تصحیح کرده. ببینید همین انصافی که در برخورد با درون داره، در برخورد با بیرون هم داره. شما ببینید وقتی میتونید با غرب مواجهه خوبی داشته باشید که به اصطلاح اون بنیادهای اندیشه غربی را، یعنی اگه بخوایم ویتگنشتاینی حرف بزنیم، غرب شاید بگیم یه نحوه نگاه به هستی و به تبع اون یه نحوه زیستنه، تا اون نحوه، تا اون پیکچر را ما خوب نفهمیم، اون فرم آف لایف را نمیفهمیم، اون نحوه زیستن را نمیفهمیم. من قبول دارم که مطهری در نهایت به اصطلاح اون نه پیکچر غربی را میپذیره و نه فرم آف لایف غربی را میپذیره، ولی میاد بنیادها را نقد میکنه. مثلا شما نگاه کنید اهمیتی که مطهری به مسئله شناخت میده و مسئله معرفت و توجهی که پیدا میکنه، البته ای کاش این ای کاش ها دیگه هیچ فایده ای نداره، مثلا آقای مطهری میبود و الان این سیل عجیب کتاب های معرفت شناسی رو میدید و اینها رو تو اون فلسفه ذهن، بله، فلسفه و اینا رو میدید و با اون سیستم خودش به اصطلاح نوع مواجهش رو ما میبینیم و اون سنتزی که حالا بخوایم هگلی حرف بزنیم، اون سنتزی که بیرون میامد خیلی جالب بود. شما نگاه کنید این کتاب عدل الهی است، باز من اینو آوردم برای شما، صفحه 95 این کتاب، چاپ 52، بله چاپ 52 هست و قیمتش هم جالبه، اون موقع چقدر بوده جناب؟ 22 تومن و نیم، الان 22 تومن. عنوانش هست بدبینی فلسفی، بعد میاد یه مطلبی رو از ویلیام جیمز نقل میکنه. من کار ندارم مثلا به محتوای مطالب، اول از ویلیام جیمز نقل میکنه، صفحه بعد از نیچه نقل میکنه، صفحه 96 از نیچه نقل میکنه از سیر حکمت در اروپا، صفحه به اصطلاح 97 میاد نقطه مقابل امثال، بعد از شوپنهاور نقل میکنه، بعد میره سراغ ابوالعلا، بعد میره سراغ خیام، بعد میاد سراغ مولانا، میاد سراغ حافظ، میاد سراغ سعدی. ببینید این اون هویت زنده و سیالیه که ما بهش احتیاج داریم. در باب غرب الان داستان خیلی فرق کرده با زمان مطهری. واقعا تحولاتی که بعد از مطهری اتفاق افتاده، انقلاب ارتباطات، مسئله به اصطلاح جهانی شدن، دهکده جهانی ارتباطات،
و الان سایت الهاد ما داریم و بی خدایی جدید جدید و اینها مسئله فیسبوک هست، کتاب‌های الکترونیکی هست، دستیابیه. من واقعش نگران یک چیز هستم و اون این که ما اون هندسه معرفتی که اینها به دنبالش بودن، برون همه اینها دغدغه احیاء فکر دینی داشتن. من نگران این هستم با این رویکرد سلبی که بعضی از آقایان ما دارن. البته من راستش بخوای خوشبین هستم. من معتقدم تحولات بزرگی به تبع انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. بین طلبه‌های جوان مراکز آموزشی در قم به وجود آمده. بله، فلسفه دین می‌خوانند، کتاب‌ها ترجمه میشه. ولی الان هم شما نگاه کنید سیل ترجمه کجا و کتاب‌های تألیفی ما کجا؟ ما همین الان هم بدون تعارف به شما میگم یک کتاب راجع به The Problem of Evil، مسئله شر، که شانه به شانه عدل الهی شهید مطهری بده نداریم. توجه فرمودید؟ و این ببینید، شما وقتی در صحنه رقابت هستید، جهان صحنه رقابته، دقیقا مثل بازی فوتباله. ببینید این لنگویج گیمه، شما نمیتونید بگید من چون برحق هستم بالاخره پیروز میشم. شما باید تمرین بکنید، باید قواعد را. شما در صورتی میتوانید، حتی من به خدمت پسر آقای مطهری هم عرض کردم، گفتم مطهری در فلسفه دین جهانی وارد نشده. یعنی شما در بحث های مثلا یندل، در بحث های سوینبر، این نظریات را ما نتونستیم ارائه بدیم. ما در صورتی میتوانیم با غرب وارد گفتگو بشیم که با استانداردهای جهانی حرف بزنیم. البته ما به نقد غرب احتیاج داریم. من خودم واقعا معتقدم کلیت راه مطهری، یعنی ببینید مطهری مثلا دلبستگی به مولانا داره، دلبستگی به حافظ. چرا؟ چون شاگرد استادی هست آقای طباطبایی، قبل از اذان صبح حافظ درس میده. ببینید از دل اون این متفکر بیرون میاد. ولی متاسفانه در این سالها، مخصوصا شاید بشه بگیم 10 سال اخیر، تفکری به جای تفکر مطهری در حوزه های ما بست پیدا کرد و به ناحق به عنوان جانشین مطهری مطرح شد، که به نظر من در کلیت با مطهری تفاوت داره. من نمیخوام نه توهین بکنم، استاد ما بودن بعضی از اینها، اسفار درس میدن، بزرگن، شأنشان هم بزرگه، ولی نگاهشان با مطهری متفاوته. همین نگاه رو کیس آخرین دور گفتگومون بکنیم، همین نگاه رو. یک میراث بزرگی رو شهید مطهری برای ما باقی گذاشت، اون هم جنس شناخت مسائلش بود، بین رشته‌ای بودن و جامعه بودن و بدون پیش‌فرض بودن، آزاد اندیش بودن و منتقدانه بودن و گفتگو. این جنس شناخت مسئله به نظر من خیلی مهم بود که جنس شناخت مسائل امروز ما رو میفهمید. سعی میکرد از غرب رو هم همینا رو بگیره. من میخوام بگم چه بسا کار ویژه مطهری اصلا ورود به مسائل فلسفی جدید دنیا نبوده. چه بسا اگر مطهری مثلا با اینها میخواست مواجه بشه، میگفت الان کار ویژه من این نیست، شاید کار ویژه‌اش چیز دیگه ای بوده. کار ویژه‌اش حقیقت آقای، این میراث، یعنی فیلسوف دغدغه حقیقت داره. بله. این حقیقت هم جغرافیا نداره. بله، من میخوام بگم این میراث رو ما چه جوری باهاش برخورد کردیم. آیا مطهری به دنبال مقلد پروری یا بازخوانی صرف سطور آثارش بود؟ این رو من میخوام بدونم، یعنی نوع مواجهه ما امروز با مطهری. بله. چگونه باید بشه؟ چند نکته رو عرض کنم. عرض کنم که مطهری دغدغه حقیقت داشت، اما دغدغه دیانت هم داشت. دیانت مسبوق به معرفت، دین ورزی عالمانه، اندیشمندانه، نه عوام زدگی. به شدت از عوام زدگی پرهیز داشت، نفرت داشت و انتقادهایی که در حماسه حسینی از بعضی از اهل منبر و بعضی روزخوان‌های بی سواد، نه مداحان خوشفکر یا روزخوان‌های با سواد و متدین و مهذب و آزاده و وارسته، نه، از اون بی سوادها و عامزاده ها داشت، نشون میده این دغدغه‌ها رو داشت واقعا که دین رو بد جلوه بدند. مطهری دنبال همین دغدغه فکری که داشت، حتی گاهی فلسفه رو هم به عنوان ابزاری در خدمت توضیح و تبیین مفاهیم دینی استخدام میکرد، دنبال نوعی کلام جدید بود. از تأسیس نوعی کلام جدید سخن گفته در مقالات آخر عمرشون،
که خب عمر او کفاف نداد، ولی اون سجلد توحید نبوت معاد، بحث های انجمن اسلامی مهندسان، انجمن اسلامی پزشکان و بحث هایی که با دکتر پیمان و مهندس بازرگان و مهندس صحابی و دیگران داره، دکتر صحابی، اینها به خوبی نشون میده که در عین رفاقت و دوستی و رعایت احترام دیدگاهشون بسیار زیبا، بسیار عالی، انتقادی، استدلالی نقد میکنه و در اونجا طرح جدیدی به نظر من ارائه کرده. در کتاب‌های مرسوم و متعارف کلامی ما عرض کنم که مثل تجرید و نمیدونم قواعد المران فی علم الکلام و کتاب‌های علامه هلی و ابن میثم بهرانی و دیگران، معمولاً بحثایی هست که از وجوب شکر منعم شروع میکنند و عرض کنم که به خصوص در متقدمین کلام اشعری و معتزلی. مرحوم آقای مطهری از نیازهای انسان شروع میکنه، چیزی که آبراهام مزلو و بعضی روانشناسان معاصر theory of needs میگن، the hierarchy of human needs، سلسله مراتب نیازهای انسان، نیازهای معرفتی انسان، نیازهای فیزیولوژیک انسان، نیازهای تعلق، نیازهای روانی. و در این سه کتاب در واقع مسئله از انسان شروع میشه، نظریه انسان و نیازهای انسان، و همه جا از روانشناسی، جامعه شناسی، کمتر از فلسفه متافیزیک و ما بعد طبیعه سنتی استفاده میشه، در حالی که در دیگر آثارش از فلسفه ملا صدرا و بو علی و فارابی اینها استفاده میکنه. همون آدم تو این موضوع اینجا شروع میکنه، نشون میده یک نوع تغییر پارادایم در مطهری صورت گرفته. پارادایم شیفت است در واقع، تغییر الگوست. این نکته مهمی است. بله. و بعد در این سری مقدمه بر جهان بینی اسلامی هم شما میبینید اونجا باز انسان و ایمان هست. بله. که باز از ویلیام جیمز، اونجا قلم دست ویلیام جیمز. و بعد مسئله توحید هست، مسئله نبوت هست، مسئله امامت و رهبری هست، به جامعه و تاریخ. تو کدام کتاب کلامی سنتی سراغ دارید یه متکلم بحث جامعه و تاریخ مطرح کرده باشه، تئوری وجدان جمعی و روح جمعی امیل دورکایم رو بحث کرده باشه و از قرآن بخواد اینها رو استخراج کنه؟ به علاوه به فلسفه های مضاف خیلی خوب توجه کرده، هرچند کارها در بسیاری موارد نیاز به تنقیح داره، نیاز به تکمیل داره، مستند به منابع دست اول باید باشه، یک برداشت مستقیمی از منابع غربی نیست. این کمبودها هم وجود داره، این نقدها هم هست، نمیخوایم یک سر ستایشگری صرف باشه، خدایی نکرده. واقعیت ها رو میخوایم ببینیم، مطهری رو در واقعیتش میخوایم معرفی کنیم. اما ببینید شما بحث فطرت رو ایشون اشاره کرده، فلسفه اخلاق، فلسفه دین و حتی نوعی مسئله خاتمیت، مسئله سیره پیامبر، سیره ائمه با یک دید جدیدی، یعنی اینا رو آورده تو کانتکست زمان ما. او در متفکری است که در روزگار خودش نفس میکشه، تنفس میکنه، مال این زمان است و این خیلی جالبه. پرسش ها این زمان رو مطرح نمیره، شبه ابن کمونه رو مطرح کنه که دیگه توی کتاب های فلسفی و نمیدونم کلامی ما از بس گفتن واقعا محو شده و نیازی هم نیست، اصلا طلبه آشنا نیست با این شبهه. با تدریس پاسخگویی به این شبهه خود شبهه هم تو ذهن طلبه میره، تو ذهن دانشجو میره. امروز از شبهه راسل، از شبهه دورکیم، از شبهه فروید، از شبهه یونگ، ده ها و صد ها شبهه است. همین بیخدایان جدید که اشاره کردن، الان یک دانشجو در یکی از دانشگاه داره تز پایان نامش رو با من میگیره، سام هریس هست، هیچنز هست، ریچارد داوکینز هست، خود دانیل دنت هست. اینا افکار جدید دارن، حملات جدید دارن، شبهات جدید به دین دارن. یک مقاله، یک رساله تا به حال در نقد اینها من ندیدم. اشاراتی در بعضی مقالات و مصاحبه دوستان ما، همکاران ما، دانشگاهیان عزیز ما هست، اما مقاله مدون مستقل مبسوطی که واقعا اینها رو بررسی کرده باشه، پاسخ داده باشه، چند تا کتاب در حوزه تولید شده در دپارتمان های فلسفه، دپارتمان های دین شناسی ما. لذا من معتقدم مطهری مقدار کمرنگ شده برای ما، یه احساس استقنای کاذبی به ما مثل این که دست داده، فکر میکنیم او رو شناختیم، پرونده رو بستیم، کنار گذاشتیم، داره فراموش میشه، داره قبار میگیره او رو. به علاوه این که یک تلقی غلطی هم تو جامعه وجود داره که گویی مطهری دیگه الی یوم القیامه اون چرا که لازم بوده است گفته است، حرف آخرم زده است. السلام. گاهی هم به فرمایش حضرت امام سلام الله علیه مثلا استناد میشه که فرمودن بی استثناء خوب است. خوب است یعنی انحراف ندارد، یعنی بدعت توش نیست، یعنی خطا نداره، التقاطی نیست.
که امام فرمودن تحقیق بس است، در کتابا رو ببندید، کلاسا رو ببندید، دیگه کار جدید نکنید. ما نیاز به کارهای جدید داریم، پرسش‌های جدید است. در این 3 دهه اخیر بعد از شهادتون بزرگوار فلسفه‌هایی در دنیا پیدا شده که حتی اسمش تو آثار شهید مطهری نیست. شما یک کلمه راجع به هرمنوتیک تو آثار شهید مطهری نمی‌بینید، اصلا خود این واژه هم نیست. مسئله او نبوده است، همونجور فهمدن در زمان اینشون مطرح نبوده است، انتظاری هم ازشون نداری. اون زمان اگزیستانسیالیسم الهادی بوده، مارکسیز بوده، نیهیلیست بوده، نیچه بوده، هگل بوده، کانت بوده. ما اون شهید بزرگوار به اینها اشاره کرده، به اینها پرداخته، کارش هم خوب انجام داده، رسالتش هم درست انجام داده. هیچ انتقادی در این جهت به مطهری نیست. ما چه کرده ایم که الان در این زمان زندگی میکنیم با این فلسفه و الهیات؟ پرسش امروز ما از حوزه های عزیز ما، روحانیون عزیز ما اینه. پایان سخنم هم اینه که من بسیار خوشبین هستم به نسل جدید حوزه های علمیه، به طلاب جدید، به فضلای جدید. بعضیشون زبان میدونن، آشنا هستن، ذهنشون درگیر مسائل جدیده، ولی دریغا اینا اندک شمار هستن. نکته پایانی و آخر هم اینه که ما برخوردمون با غرب نباید غافلانه باشه. همه چیزو نه مثبت ببینیم 100% از توطئه ها و تبلیغات سو علیه ما، به خصوص سیاست مردا، سیاست مدارا و دولت مرداشون غافل شیم، نه از طرفی توطئه آمیز ببینیم و در تعامل و ارتباط و دیالوگ رو با غرب ببندیم. باید ما همدلی، هم فکری، دیالوگ نقادانه، عزتمندانه و هوشیارانه داشته باشیم. متشکرم. ممنون آقای دکتر علیزمانی. 2-3 دقیقه آخر رو هم شما بفرمایید تا بحث رو جمع کنم. خواهش میکنم. من واقعش در این 2-3 دقیقه میخوام عرض کنم که ما از مطهری چند چیز میتوانیم بیاموزیم. یک، تفلسف را. تفلسف به معنی جستجوی تشنه و عاشقانه حقیقت هست و کاغذ پاره ای نیست در زمان خودش که این مطالعه نکنه. مجموعه یادداشت هایی که الان فیش های استاد مطهری است 10-12 جلد شده. حالا جالبه اونها رو، یعنی این آدم اگه وقت می داشت و فرصت می داشت چه کار می کرد؟ دوم این که باید ما از ژرف اندیشی را و انصاف را از مطهری بیاموزیم، زنده بودن را، اون چیزی که تیلیش می گفت که متعله باید به پرسش های زمان خودش پاسخ بده. ما به کلام زنده احتیاج داریم چون با انسان‌های زنده روبرو هستیم. مسئله انسان ما الان این نیست که به اصطلاح نمی‌دونم یک ذره، فرض بفرمایید کسی لباسش اینجوره یا چهرهش اینجوره. مسئله ما مسئله پوچی است، مسئله تنهایی است، مسئله بی‌معنایی است، بحران بی‌معنایی است. اینها هست. عالمان ما باید توجه داشته باشند. خوبه به اصطلاح وقتی ما الان سخن میگیم، مخاطب من همه فیلسوفانی هستند، چه در حوزه و چه در دانشگاه، مرتب میرن کلاس. خوبه به این ویترین کتاب هایی که در خیابان انقلاب چاپ میشه ببینید. فیلسوف نمیتونه از رمان غافل باشه، از داستایوفسکی نمیتونه غافل باشه، از فیلم نمیتونه. و این چیزیه که فلسفه را تنها کرده و فلسفه را گوشه نشین کرده. ما به مطهری روزگار خودمان احتیاج داریم. مطهری نباید تبدیل به یه موزه بشه که ما مرتب بریم بازدیدش کنیم. احسن. ممنونم و عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که وقت اجازه نمیده حظ بیشتری از محضر اساتید ببریم و از این گفتگو من لذت بردم. امیدوارم این حظ رو شما هم برده باشید. تشکر میکنم از جناب آقای علیزمانی و استاد محترم جناب آقای همتی. هر دو استاد لطف کردن و مباحث خیلی خوبی مطرح شد. امیدوارم که در شبهای دیگر و چهارشنبه دیگر با زاویه در خدمت شما باشیم و بحث‌های این چنین رو محضرتون ارائه بکنیم. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ. خیلی متشکر. استفاده کردن.